پنتاگون درباره خروجی نیروها از افغانستان هنوز تصمیم گرفتن نشده. طالبان حکومت اسلامی بر اساس توافقنامه دوحه جایگزین حکومت کنونی می شود. نامگذاری یکی از مناطق شهر پلیس به نام قهرمان ملی احمد شاه مسعود. با یاد خدا به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخری ویدیو با ما بوده و این ویدیو را لایک کنید. شهرداری پاریس برای نامگذاری یک مکان به نام احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان در این شهر رای داده است. به گزارش اسپوتنیک، احمد ضیا مسعود، برادر احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور، در صفحه فیسبوک خود در همین رابطه نگاشته است: آگاهی یافتم که شورای شهرداری پاریس تصمیم گرفته است تا به سپاس مبارزات صلح‌جویانه و آزادی بخش قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود مکان را در شهر پاریس به افتخار ایشان نامگذاری کند. پاریس نخستین شهر در جهان است که بخش او را به نام احمد شاه مسعود نامگذاری می کند. طالبان حکومت اسلامی بر اساس توافقنامه دوحه جایگزین حکومت کنونی می شود. اما دفتر شورای امنیتی ملی رئیس جمهور می گوید که بحث درباره نظام هنوز پیش از وقت است و از طالبان می خواهد که در نخست از ریختن خون مردم دست بردارند. به گزارش اسپوتنیک، هیئت مذاکره کننده طالبان می گوید که بر بنیاد توافقنامه دوحه نتیجه مذاکرات صلح سبب به میان آمدن حکومت اسلامی خواهد شد که جایگزین حکومت اشرف‌غنی باشد. اعضای هیئت گفتگو کننده طالبان در یک نشست خبری در ایران هشدار می دهند که اگر نیروهای آمریکایی و یا هم ناتو پس از ماه می سال 2021 در افغانستان حضور داشته باشند، این گروه در برابر آنان خواهند جنگید. اما دفتر شورای امنیتی ملی رئیس جمهور می گوید که بحث درباره نظام هنوز پیش از وقت است و از طالبان می خواهد که در نخست از ریختن خون مردم دست بردارند. سوهیل شاهین، عضو هیئت مذاکره کننده طالبان، در تهران به خبرنگاران گفت این حکومت به اساس توافقنامه از بین می رود و یک حکومت دیگر بر اساس مذاکرات بین الافغانی به میان می آید و ما در این مورد با ایران و روسیه دیدارهایی داشتیم و آنها در این باره موافق هستند. طالبان هم در این نشست درباره پیامدهای احتمالی بیرون شدن نیروهای خارجی در ماه می هشدار می دهند. پنتاگون درباره خروج نیروها از افغانستان هنوز تصمیم گرفتن نشده. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در یک نشست خبری امروز اعلام کرد که پنتاگون تا اکنون تصمیم درباره شمار نظامیان آمریکایی در عراق و افغانستان اعتراض نکرده است. با گزارش اسپوتنیک، در حالی که گزارش‌ها حاکی از صدام حضور نیروهای خارجی پس از زمان تعیین شده برای خروج از جان کپری، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که تصمیم درباره خروج نیروها از افغانستان گرفتن نشده است و ضمن اینکه آمریکا به یک راه حل سیاسی برای پایان دادن جنگ در افغانستان متحد است، تاکید کرد که پنتاگون هیچ گزینه‌ای در رابطه با این کشور رد نمی‌کند. او در ادامه گفت که وزیر دفاع آمریکا نسبت به نیاز برای تصمیم گیری درباره خروج نیروها در زمان تعیین شده و نیز تهدیدات ناشی از پایان ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان مطلع است. سخنگوی پنتاگون همچنین خاطرنشان کرد که حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان مبنی بر شرایط است. این در حال است که بر اساس گزارش تازه اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان، یعنی سیگار و کنگره، فعالیت‌های طالبان به شهر کابل متمرکز شده است و ترورهای هدفمند و تلاش‌ها برای هدف قرار دادن نیروهای دولتی در ولایت‌های قندهار و هلمند نیز تجدید شده است. پیش از این وزارت دفاع آمریکا تاکید کرده بود که طالبان به تعهداتشان در توافقنامه قطر متحد نیست. بنابراین پنتاگون هنوز تصمیم درباره سطح آینده نیروها در افغانستان اعتراض نکرده است. از سوی دیگر نیز منابع ناتو میگویند که خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان تا ماه می سال 2021 صورت نمیگیرد و این نیروها به حضورشان در این کشور ادامه میدهند. نگاه حکومت به صلح، دو رهبر دروی کرد. مهدی نوری، تحلیل از خبرگزاری افق. نشانه های این رویکرد های دوگانه و متعارض را حتی دو سویگیری های درون سازمانی در داخل دولت افغانستان در زمین صلح شاهد هستیم. آقای عبدالله سعی می کند خود را مدیر و کارگر اصلی سنانی رسول به نیابت از حکومت معرفی کند و با تدوین رهنمود و برقراری ارتباطات و پیوسته با آیت مذاکره کننده در دوحه جریان رویدادهای مرتبط با روند صلح را تحت کنترل خود قرار دهد. حتی مهره هایی که از جانب آقای عبدالله در تیم مذاکره کننده دولت حضور دارند تحویلا بس تغییر نظام و ایجاد دولت موقت را اجتناب ناپذیر می دانند و به همین ترتیب فضای روانی و رسانه‌ای این بس را ایجاد می کند.
در آن سو اما اشرف غنی و تیم از مشاوران، سخنگویان، وزرا نزدیک به او تلاش دارند تا مانع از نفوذ و تسلط عبدالله و همفکران سیاسی و قومی در این زمینه شده و صلح را بر پای رویکرد و راهبردی خود هدایت و مدیریت کند که در آن از تغییر نظام حمایت نمی شود. دولت موقت نفع می گیرد. به نام جمهوریت استثمار سلطه اشرف غنی هدف گذاری می شود و صلح با طالبان تنها در صورت شراکت آنان در دولت به رهبری آقای غنی مورد نظر قرار می گیرد. عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی روز سه‌شنبه با نماینده ویژه وزارت خارجه ایران دیدار کرد. محمد ابراهیم طاهریان در این دیدار با اشاره به سفر اخیر عهد بلند پای طالبان به تهران اظهار داشته که طرف جمهوری اسلامی به طالبان گفته است که قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید مشکل کشور از طریق مذاکره و تشکیل یک حکومت فراگیر و همشمول برای مردم افغانستان حل گردد. عبدالله هم با تشکر از موضع‌گیری اصولی ایران در قبال مذاکرات صلح و بحث‌های مرتبط به افغانستان بر اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه نقش جمهوری اسلامی ایران در تأمین صلح تأکید کرده است. بیشتر خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از جواد ظریف وزیر خارجه این کشور گزارش داده بود که در دیدار با هیئت طالبان گفته است که تهران از یک دولت فراگیر اسلامی با حضور اعم قومیت‌ها و مذاهب حمایت می‌کند، اما وزارت خارجه ایران می‌گوید اطلاعات دولت فراگیر اسلامی در دیدار ظریف و هیئت طالبان بیان نشده است. واقعیت هرچی بوده، سفر فرستاده ویژه وزارت خارجه ایران به کابل و دیدار او با عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی به ارتباط با دیدار طولانی ملا برادر و هیئت همراه او از تهران نیز و بی‌تردید آقای طاهریان در سفر به کابل و دیدار با عبدالله حامی یک پیام مهم از سوی طالبان بوده است. اینکه این پیام چی بوده هنوز به درستی مشخص نیست، اما تاکید طالبان در تهران بل لزوم تغییر ساختار نظام کنونی و تشکیل یک نظام اسلامی و نیز خبر که ابتدا در خبرگزاری تسنیم ایران منتشر شد و سپس از سوی وزارت خارجه ایران تکذیب کردید، این برداشت را تقویت میکند که احتمالاً آقای طاهریان هم در دیدار با عبدالله درباره لزوم تغییر نظام و تشکیل یک حکومت فراگیر یعنی اسلامی با او گفتگو کرده است و این میتواند مهمترین پیام سفر اخیر طالبان به تهران برای دولت کابل باشد. دولت که رئیس جمهور آن تاکید میکند که نظام کنونی، قانون اساسی، ساختار قدرت و حتی مهره های مسلط به ارکان دولت قابل مذاکره نیستند و او قدرت را تنها به یک دولت منتخب در پایان مهلت قانونی دوره جاری تحویل خواهد داد. در این میان پرسش این است که چرا فرستاده ویژه وزارت امور خارجه ایران ابتدا با عبدالله دیدار کرده است؟ پرسش دوم این است که چرا عبدالله موضوع ایران از لزوم تشکیل یک حکومت فراگیر و همشمول را اصولی ارزیابی و آن را تقدیر کرده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر بدرود.